گلر که توی تنهایی میاد دوبار میزنه رو کمرتون و شما رو تسخیر میکنه. گلاسیا سلام، امروز دوباره از سینمای آسیا یه فیلم خیلی خفن آوردم که ساخته چینه به اسم The Tag Along. این فیلم 3 تا نسخه داره و نمره راتن تومیتوز نسخه اولش هم حدود 80 و کلا توی فیلم های آسیایی خیلی معروفه، داستان خفنی هم داره، جامپ اسکرای خیلی خوبی هم داره. خلاصه بریم با هم ببینیمش. حواسمون بهتول کامر صحنه خشنش باشه. با شروع فیلم روحی به اسم موسی بهمون معرفی میشه، روحی که از نقطه ضعف، عذاب وجدان و ترس آدمو استفاده میکنه تا اونا رو به دام خودش بندازه. پیرزنی تو جنگل میبینیم که یه نفر اسمش رو صدا میکنه، اونم با وحشت برمیگرده و میریم به روز بعد. همه جا خبر گم شدن این زن پخش میشه، همه همسایه‌ها هم نگرانشن و نگهبان محله میره جلوی خونه این پیرزن و یه سری ترقه میندازه چون به خیال خودش داره یه سری روح خطرناک اونجا دور میکنه. یکی از همسایه‌های دیگه هم خبر گم شدن این پیرزن به همش میریزه و مشخص دوست صمیمیش بوده. بعدم میره خونهشون و برای نوه خودش یعنی وی صبحونه درست میکنه. دوتایی با هم زندگی میکنن و وقتی وی بیدار میشه میفهمه خواب مونده و کارش دیر شده. خیلی هم رفتارش با مامان بزرگش بده. سر میده صبحونم، مامان بزرگ میگه دوست دخترتم برای شام بیار اینجا. هی هم سوال میکنه که چرا ازدواج نمیکنید، 5 سال با همید و وی با بیمحلی از خونه میزنه بیرون. ناهارش هم یادش میره ببره. مامان بزرگ که تنها میشه یه دفعه صدای دوست گم شدهشو میشنوه که اسمشو به زبون میاره. با نگرانی میره سمت صدا، در و پنجره هم یهو خود به خود باز میشن. مامان بزرگ پاش لیز میخوره و میوفته زمین و یه دفعه دو تا دست سیاه از پشت میگیرنش. اونا نفس عمیقی میکشه و انگار توسط چیزی تسخیر میشه. وی هم توی راه اداره است و به رادیویی که دوست دخترش یی چون گویندش گوش میده و مامان بزرگش زنگ میزنه اما خب جوابشو نمیده. تا ظهر هم چند بار دیگه این اتفاق میفته و همچنان تماس رد میکنه. کار وی تو املاکه و وقتی به آخرین مشتریش خونه رو نشون میده صدای خنده دختری میشنوه. با نگرانی میره طرف دیگه خونه و ظرف غذاشو اونجا میبینه. حالا هرچی مامان بزرگش سعی میزنه جوابی نمیشنوه. بازم زیاد نگران نمیشه و میره دنبال دوست دخترش. اول میرن دو تایی به یه خونه و با خوشحالی کنار هم میرقصن. وقتی هم میخوان رابطه برقرار کنن یی چون عقب میکشه و میگه قرص ضد بارداری همراه نیست. وی میگه اب نداره، بالاخره باید که بچه دار شیم. اما یی چون خیلی عصبی میشه و میگه دوست ندارم اتفاق قبلی دوباره بیفته، ولی خب نمیگه چی بوده. وقتی وی میگه آوردمت اینجا چون قرار این خونه رو برای خودمون بخرم، دختر یکم شوکه میشه و وقتی وی میگه برای این کار قرار خونه مامان بزرگم رهن بانک بذارم، خیلی عصبانی میشه چون دوست نداره که مامان بزرگ وی یه موقع زندگیش به هم بریزه و همه چیو بندازن گردن این دختر. از طرفی هم به وی میگه ما سنمون کمه و دوست ندارم زود ازدواج کنم چون هدفهای دیگه‌ای دارم. پسرم با ناراحتی بلند میشه و برای شام میره خونه. مامان بزرگ تو اتاق ساکته و وقتی وی میره باهاش صحبت کنه میگه میخوام برم پیش دوستم و به شکل عجیب غریبی از خونه میره بیرون. وی فکر میکنه هنوز مامان بزرگ ازش ناراحته و چیزی نمیگه. جالبه که یچون یهو میگه با کی داشتی حرف میزدی؟ وی میگه خب مامان بزرگم بود دیگه. دخترم نگاه متعجبانه ای بهش میندازه. میریم به روز بعد. نگهبان محله یه دفعه همون پیرزن گمشده رو میبینه و با خوشحالی همه اهالی رو خبر میکنه. وی هم بیدار میشه اما خبری از مامان بزرگش نیست. عجیبه که همه جای خونه هم مرتب شده. وی برای سر کار آماده میشه و بیرون خونه اهالی محل رو پیش اون پیرزنی که پیدا شده میبینه. پیرزن یهو نگاهش به وی میفته و میزنه زیر گریه. فریاد میزنه ببخشید، هیچ چاره دیگه‌ای نداشتم و وی هم با سردرگمی میره سر کار. اونجاست که براش بسته میاد که یه دوربین داخلشه. فیلماشو پخش میکنه و همون پیرزن همسایه رو با چند تا از دوستاش میبینه که رفتن طبیعت گردی. یه نفر میگه تو این جنگل هیچ وقت نباید اسم کسی رو کامل صدا کنید یا از پشت بزنید روی شونش، وگرنه جنگل اون شخص رو جای شما برای خودش نگه میداره و ممکنه براش اتفاقای بدی بیفته. حالا میفهمیم که چرا مامان بزرگ قبل گم شدن صدای همسایه‌اش رو شنید که اسم خودش رو به زبون آورد و روز بعدی هم همسایه پیدا شد. همون همسایه که به محض دیدن وی ازش معذرت خواهی کرد، انگار کار اشتباهی کرده. مشخص این پیرزن توسط جنگل تسخیر شده بوده و برای نجات خودش اسم مامان بزرگ رو صدا کرده. در آخر ویدیو هم یه بچه با لباس قرمز دنبال این گروه طبیعت گرد میبینیم. شب وی دوربین رو میبره پیش نگهبان محل و میگه که این دوربین رو میشناسی یا نه. اون هم میگه برای همون پیرزنه که تازه پیدا شده. بلند دو تایی میرن که دوربین رو بهش پس بدن. اما هیچ کس توی خونه نیست و همه چراغ هم خاموشن. با نگرانی میرن داخل که صداهای عجیبی میاد و در کمد هم باز و بسته میشن. یه لحظه هم یه موجود عجیب گوشه اتاق میبینیم اما خب وی و نگهبان متوجهش نیستن. صداهای عجیبی بیشتر میشنون و در آخر هم دو تایی با بشر از خونه میرن بیرون. انگار این پیرزن هم دوباره گم شده. روز بعدی وی و روز دخترش میرن پیش پلیس کمک
کمک بگیرن. اول دور مخفی‌های محل رو چک می‌کنن که نشون میده مادر بزرگ دو روز قبل گرفته خونه میره بیرون. دیگه هم بر نمیگرده. و یعنی اون شب وی داشته کنار یه روح توی خونه قدم می‌زده. برای همینم هم دختر ندیده کی بوده. خبر دیگه این نیست تا دیروز که مامان بزرگ در حال قدم زدن توی محل همراه یه دختر بچه با لباس قرمز می‌بینن. با دیدن فیلم شب قبل که وی و نگهبان به خونه اون پیرزن رفته بودن می‌بینن که همین بچه هم دنبالش نخونه میاد بیرون. بچه‌ای که قبل‌تر هم توی اون فیلم طبیعت‌گردا دیده بود. نگهبان هم می‌بینیم که بعد پخش کردن اعلامیه گم شدن مامان بزرگ چند تا ترقه جلوی خونه‌اش روشن می‌کنه که رسم همیشگیشو اجرا بشه. روز بعد میرسه و وی گرفته با صدای مامان بزرگش بیدار میشه. خیلی متأسف وقتی میره تو آشپزخونه خورشون دوتا رو تو زمان بچگیش می‌بینه و این خاطره باعث گریه‌اش میشه. یه دفعه صدای مامان بزرگش میشنوه که اسمشو به زبون میاره. اونم شروع می‌کنه به گشتن خونه و با وحشت رد خونی کف زمینه. میره دنبالش و روی دیوار می‌بینه که نوشتن همیشه با مامان بزرگ غذا بخور. دوتا دست سیاه رو شونه وی زده میشن و اونم با وحشت به موسینی که روی میز زل میزنه. اون با سرعت میاد سمتش و تو چند ثانیه وی رو تسخیر میکنه و یه دفعه با باز کردن چشماش از خواب میپره. میره تو آشپزخونه، مامان بزرگش هم داره غذا درست میکنه و انگار هیچی نشده. وی اونو تو آغوش میگیره و مامان بزرگ ازش میخواد دوست دخترش برای شام دعوت کنه. میریم پیش گیچون تو استودیو که یکی از شنونده‌ها به سعی میزنه. طرف با گریه فریاد میکشه اون دیگه دوستم نداره و قطع میکنه. ویو میبینیم که اومده دنبال گیچون و اونم میره طرفش. وی حسابی عرق کرده و از دختر میخواد که شام بیاد خونشین، اما گیچون خیلی نگرانشه. برای همینم میبرتش بیمارستان. ولی خب همین که براش وقت میگیره وی ناپدید میشه. بیشتر میگه رو پسر در حال زل زدن به نوزادها میبینه. وی میگه چرا نمیخوای ازدواج کنیم و بچه دارشیم؟ دخترم جوابی نمیده و دوتایی میرن شام بخورن. همین که یچون میاد داخل آشپزخونه وی پشت میز میبینه که داره یه سری حشره عجیب میخوره. اونم با وحشت میره بیرون و از نگهبان محل کمک میخواد. وقتی برمیگردن دیگه خبری از وی نیست و همه چیز مثل اولش شده. صبح روز بعد پلیس مادر بزرگ وسط اتوبان پیدا میکنن. یچون هم با نگرانی وایساده و نگهبان رو نگاه میکنه که همون مراسم همیشگیشو با انداختن ترقه اجرا میکنه که موسین ها از خونه دور شن. یچون هم موقع گشتن خونه دوربین همون پیرزن از اتاق وی پیدا میکنه و فیلمو میبینه. وقتی هم میره سر کار تو رادیو ویژگی های ظاهری وی میگه و از شنونده ها میخواد که اگه دیدینش خبر بدین. شب هم میره به محل کار وی و از رئیسش میخواد که هر خبری ازش شد سری بهم زنگ بزن و اونم مثل یچون نگران وی میشه. همینجاست که پلیس به یچون زنگ میزنه و خبر میده که مامان بزرگ ویو پیدا کردیم. اونم سری خودش رو میرسونه بیمارستان و میفهمه مامان بزرگ آسیب مغزی شدید دیده و حالش خوب نیست. همین که مامان بزرگ نگاهش به یچون میفته یهو فریاد میکشه من اسمشو صدا کردم، من صداش کردم. بعدم بالا میاره و از حال میره. یچون برمیگره پیش نگهبان محل و اونم خیلی به هم ریخته است. به یچون میگه این نفرین از خونه پیرزن به خونه وی و مامان بزرگش رفت. باید جلوشو بگیریم. بعدم در مورد موسین ها و نفرینشون صحبت میکنه و یچون هم شبو به تحقیق در موردشون میگذرونه. میفهمه که این هیولاها یا همون موسین ها به شدت از ترقه و آتیش کلاً میترسن. برای همین هم است که این نگهبان خیلی ازشون استفاده میکنه. توی این شهر هم یه افسانه معروفه که بزرگترین موسین و وحشتناکترینش خودش رو به شکل یه دختر قرمز پوش در میاره. یچون سری فیلم های دوربین رو بازبینی میکنه و با دیدن دختر قرمز پوش خوشکش میزنه. نگهبان رو میبینیم که آخر شب و تنهاست. یه دفعه اسم خودش رو از بیسیم میشنوه. پنجره پشتش باز میشه و دختر قرمز پوش زمیر صبح با سرعتی زیاد تو پارکینگ حرکت میکنه. نگهبان سری پنجره رو میبنده اما دختر بچه با قیافه ترسناک جلوش پیداش میشه. نگهبان سعی میکنه ترقه ای رو روشن کنه اما خب دیره چون دختر در باز میکنه و حمله میکنه سمتش. میریم به روز بعد. دکترها به یچون خبر میدن که تو بدن مامان بزرگ آثار مسمومیت شدید بوده. انگار سمه شپره خاص به اسم شپره کله مرده تو بدن مامان بزرگ بوده که خیلی هم حشره کمیابی و عجیبه که پیداش کردن. یچون در مورد این حیوان هم تحقیق میکنه و وحشتش اینجاست که صورت اون بچه قرمز پوش کاملا شبیه همین حشره است. نصف شب کابوس میبینه و بیدار میشه. دستش خونیه و یه دفعه از رحمش هم خون روی تخت میریزه. دختر قرمز پوش هم گوشه اتاق و تو صورت یچون فریاد میکشه. اونم جیغ میزنه و میفهمه همه چیز دوباره خواب بوده. از ترس گریه میکنه و بعد تماس بیمارستان میره که مامان بزرگ رو مرخص کنه. با هم میان خونه و مامان بزرگ میگه من این خونه رو برای وی به ارث گذاشته بودم. بعد از یچون میخواد جعبه کفشی رو براش بیاره. تعریف میکنه که دیشب اون دختر بچه قرمز پوش دوباره اومد سمتم. بهم گفت اگه یه جفت کفش بهش بدم من میبره پیش وی. با گریه ادامه میده که اون بچه باید منو با خودش ببره، نه شماها رو. وی از ته دل عاشق توئه که هنوز اسمت رو صدا نکرده و الا تو الان رفته بودی اونجا. ایشون هنوز سردرگم و اصلا نمیفهمه منظور مامان بزرگ چیه. وقتی هم میره سر کار تو رادیو از شنونده ها میخواد که هر کس در مورد این شپره کله مرده یا همه این قضیه ها اطلاعاتی داره به هم زنگ بزنه. همین اتفاق هم میفته و وقتی تماس رو جواب میده مردی خودش رو معرفی میکنه و بهش آدرس یک کوهستان رو میده و قطع میکنه.
ایشون با نگرانی میره تا از مامان بزرگ بپرسه که این آدرسو میشناسه یا نه، و وقتی که میرسه اونجا ترسش بیشتر میشه. پلیس اورتادور خونه رو گرفته. مشخص میشه مامان بزرگ با رفتار عجیبی از خونه فرار کرده و هر کی هم ازش سوال میکرده میگفته دارم میرم یه جا تا نوه‌مو ببینم. نگهبانم که کلا گم و گور شده. جایی هم که میگفته میره همین آدرسی که یکی از شنونده ها به ایشون داده. یه منطقه کوهستانی دور. اونم که هیچ راه دیگه‌ای نداره لوازم برای طبیعت گردی آماده میکنه. قبل حرکت هم برای آخرین بار میره داخل خونه و تو لوازم وی عکس دو تایشون رو میبینه که پشت عکس وی نوشته 5 سال دیگه باهات ازدواج میکنم. بعدم همراه یه گروه داوطلب که توسط پلیس هم راه اندازی شده راه میافتن تا به همین کوهستان برن بلکه وی مامان بزرگش رو پیدا کنن. کمی تو جنگل قدم میزنن و مامان بزرگ رو بیهوش میبینن. سری گروهی از افراد برش میگردونن که وسط راه مامان بزرگ به هوش میاد و فریاد میکشه برم گردونید، اما خب کسی بهش گوش نمیده. گشت ادامه داره و جلوتر یکیشون کفشای دوست پسرش هم میبینه. حالا نگرانیشون بیشتره و آخر شب مجبورن کمپ بزنن. کاپیتان گروه میفهمه اولین باریه که یکیشون داره جنگل میخوابه و برای کمک بهش میگه نگران نباش، فقط حواست باشه که به درخت آسیب نزنی چون اونا هم مثل ما جون دارن. یه افسانه هست که میگه هر کسی درختو قطع کنه این کوهستان تسخیرش میکنه و به جای همون درخت تو زمین نگهش میداره. وقتی یکیشون میپرسه که حالا کجا فهمیدی وی باید توی منطقه باشه، دختر توضیح میده که چطوری یکی از شنونده های رادیوش بهش زنگ زده و به عنوان یک کوهنورد معروف که اصلا این جاده رو ساخته خودش رو معرفی کرده. کاپیتان نگاه عجیبی بهش میکنه و میگه این کسی که میگی چند سال پیش تو همین کوهستان مرده، معلوم نیست با کی صحبت کردیم. روز بعد میرسه و همه به گروه های کوچیک تقسیم میشن که منطقه رو بگردن. همه چیزم خوبه تا اینکه ایچون وسط جنگل از گروهش دور میشه و خودش رو گم میکنه. هرچی هم سعی میکنه برگرده موفق نمیشه و کم کم هوا هم میره به تاریکی. به ناچار دور چند تا درخت پارچه میبنه که هم گروهیش پیداش کنن و یه سوت هم از کیفش در میاره، اما خب صداشو هیچ کس نمیشنوه. بالاخره میشینه که استراحت کنه و یه دفعه دست سیاهی دوباره شونش ضربه میزنه. دختر وحشت زده منور کیفش در میاره و روشن میکنه. روبروی خودش یه شب‌پره غول پیکر میبینه که از زیر بالش کلی شب‌پره دیگه بیرون میان و سمت ایشون حمله میکنن. اونم موقع فرار میفته و از حال میره. وقتی به هوش میاد صدای کسی رو میشنوه که اسمشو صدا میکنه. صدای دیگه ای هم میاد. یه بچه هم میگه مامان. یچون کمی جلوتر یه سری گیاه میبینه که به هم پیچیدن و وسطشون جنازه آدمهای زیادیه. دختر با سرعت بیشتری میخواد در بره که یه دفعه شکمش درد میگیره. همین که بهش دست میزنه انگار حامله شده و به شکل دردناکی از تنش خون میاد. چند لحظه بعد یه بچه ازش متولد میشه، اما انگار چند سالشه و روبروش وامیسته. بچه به یچون میگه چرا منو استخدام کردی؟ دختر وحشت زده گریه میکنه و میره و بچه رو بغلش میگیره. مدام ازش معذرت میخواد و حالا میفهمه که یچون قبلا از وی حامله شده اما بچه‌ش رو سخت کرده. تو همین گیرو داره که چشماشو باز میکنه و خودش رو تو خونه‌ای که وی میخواست بخره میبینه. همه چیز آروم و وی بیرون اتاق منتظره. همون تو آغوش میگیرن و وقتی هم مامان بزرگ وی سوال میکنه اون جواب میده که 2 سال بردیمش خونه سالمندان، یادت نیست؟ یچون هم میخواد غذاشو بخوره اما حس میکنه که جای کار اشتباهه. هی از وی میخواد برن به مامان بزرگ سر بزنن، اما این پسرم هی بهونه الکی میاره. یچون دستشو میبره سمت جیب شلوارش و یه رفعه منور در میاره. میفهمه همه اینا رویان و توسط موسین ها ساخته شدن. بروشن کردن منور وی تبدیل به یکی از همونا میشه. به واقعیت خودش تو همون جنگل برمیگرده و دور تا دورش توسط این موسین ها پره. کنار خودش هم وی میبینه که وسط چند تا گیاه گیر کرده. سری آزادش میکنه و دو تا میدونن تا اونجا در برن، اما پاشون گیر میکنه و میافتن زمین. دختر قرمز پوش که حالا مشخص رهبر اصلی این موسین هاست خیلی سریع سری گیاهو دور پای یچون میپیچه. چند تا از موسین های دیگه هم میرن سمت وی و در همین حال دختر خاطرات دوتایشون رو مرور میکنه. با آخرین قدرتش منور آخرش هم روشن میکنه و میکنتش رو دهن این دختر بچه قرمز پوش. رو آسمون نوری دیده میشه و همه موسین ها با اون دختر قرمز پوش به خاکستر تبدیل میشن. یچون و وی همو تو آغوش میگیرن و گروه نجات هم از کوهستان برندشون بیرون. مدت ها میگذره. وی و یچون بالاخره ازدواج میکنن و با مامان بزرگ زندگی خوبی دارن. سکانس آخر دارن شام میخورن که یه دفعه شب‌پره کله مرده ای میاد و روی دیوار میشینه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. خب پایان دی تگ الان کلا جوری تمام میشه که نسخه بریشو میخواد بسازه و کاملا معمولی مربوطن. برای همین هم است که آخر فیلم اون شب‌پره که ما میبینیم نمایانگر اینه که هنوز هیچ چیز تموم نشده و انگار هنوز این دختر توی همون جنگل گیر افتاده و تمام این زندگی که توی این مدت داره میبینه رویاهایی هست که این موسین ها برش ساختن. کلا فیلم هایی که میان بر اساس یه سری افسانه محلی، افسانه های کشورها، چیزهای قدیمی ساخته میشن، به نظرم خیلی ترس زیاد و عمیقی هم دارن. حالا یکم صحبت بکنیم در مورد اینکه The Tag Along چه معنا و مفهومی رو کلا با خودش داره حمل میکنه.
این فیلم همونطوری که اولش هم میاد در مورد این موسیقین ها صحبت میکنه و بهمون میگه کلن این روح ها از عذاب وجدان آدم ها میان استفاده میکنن تا اونا رو تسخیر بکنن. پس برای همینم قطعا داره از اول بهمون میگه ما توی این فیلم یه سری معنای روانشناختی داریم که 100% هم مرتبط با عذاب وجدان و ترس های زندگی آدم ها. همونطوری که یچون رو هم دیدیم عذاب وجدانی که باهاش به گیر این هیولا میافتاد همون عذاب وجدان سقط کردن بچهش بود، با اینکه همیشه میگفت زندگیمو جور دیگه‌ای میخوام پیش ببرم، تو برنامه آیندم ازدواج و این چیزها نیست، ولی این قضیه همیشه براش عذاب وجدان بوده و حس میکرد که یه قسمت مهمی از خودشو کشته. و به همین منظورم کلا میشه یه برداشتی از فیلم کرد که اگه بخوایم ماوراءطبیعه نگاهش نکنیم و بگیم همه چیز یه استعاره و نماده، قطعا این فیلم داره به ما میگه که عذاب وجدان هر کسو چجوری میتونه توی رویا و زندگی خیلی بدی غرق بکنه. عذاب وجدان میتونه شما رو از یه مرحله تو زندگیتون کلا متوقف نگه داره، دیگه هیچ چیز بعدش رو نبینید و فقط انگار توی رویا دارید زندگی میکنید. یه دفعه به خودت میای میبینی که مثلا 5 سال از اون قضیه گذشته که خیلی عذاب وجدانشو داری و نمیفهمی چجوری داری زندگی میکنی، اصلا نمیدونی زندگی چجوری داره میگذره، صبح و شب تو گم میکنی و فقط انگار داری نفس میکشی. این همون اتفاقیه که توی این فیلم داریم میبینیم هیولاها برای زندگی میسازن، آدمو توی رویای غرق میکنن که فکر میکنه واقعیته ولی هیچ چیزی از زندگی واقعی نمیفهمه. به نظرم تو نشون دادن همچین معنای خیلی موفق عمل میکنه، چون هم کلن شکلی که برای اون هیولا در نظر میگیرن واقعا به نظرم اگه عذاب وجدان اش بخواد یه هیولا بسازی همچین شکلی میتونه به خودش بگیره. حالا سوال اصلی اینه که چجوری میشه با همچین هیولای جنگید؟ این همون کاریه که یچون میخواست انجام بده ولی خب موفق نشد. دیدیم تا آخرین نفر چند بار با این هیولاها میجنگید و چقدر غلبه میکرد به رویاهایی که براش میساختن. چند بار رفت توی رویا و میدید که با همون دوست پسرش یه زندگی خیلی خوب دارن، اما بازم میفهمید که یه جای کار اشتباهه و باز از اون عذاب وجدان، از اون رویایی که براش ساخته شده بیرون میاد توی واقعیت. ولی در آخر انقدری فشار اینا زیاد شد که موفق شدن غرقش بکنن تو اون رویاه. اما خب تنها راهی هم که میشه باهاش جنگی دقیقا همینه، یعنی باید بفهمی، باید قبول بکنی که این یه رویاه، باید قبول بکنی که اون عذاب وجدان رو کنار بذاری و به زندگی واقعیت برگردی. همون کاری که یکیشون وقتی که اون بچه رو بغل کرده بود هی بهش میگفت ببخشید، منظوری نداشتم، ببخشید، یعنی میخواست اون عذاب وجدانش رو فراموش بکنه و همه چیز تموم بشه. سوال من حالا از شماها اینه که دارید فیلمو میبینید، بزرگترین عذاب وجدان زندگیتون چی بوده و چه جوری تونستید بهش غلبه بکنید؟ امیدوارم که اگه براتون همچین اتفاقی افتاده، حالا مثل این که نه، کلا اتفاقی که تو زندگیتون همیشه حسرتش رو می‌خوردید، یه روز بتونید ازش بگذرید و به زندگیتون برگردید. چون همه آدم‌ها لیاقت یک شانس دوباره رو دارن و هر چقدر این چیزی رو از دست بدن، لیاقت اینو دارن که بخوان دوباره به زندگیشون برگردن و همه چیزو از نو بسازن. برای همین دوست دارم بدونم که شما چند بار این کارو انجام دارید. شاید حرفتون، شاید جوری که تونستید با اون مانع زندگیتون بجنگید و بهش غلبه بکنید، زندگی یه نفر دیگه رو نجات بده. ازتون میخوام بنویسیدش، چون واقعا میگم شاید بتونه یه نفر دیگه کمک بکنه. دیگه همین، مرسی با همون بودید. پیشنهادتون رو برام بنویسید، تو کانال زاپاس جوین بشید، لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.